سمیرا قرایی از ساختمان وزارت خارجه همراه ما شده. سمیرا خوش اومدی به این گفتگو. اول بریم بپردازیم به همین نکته‌ای که خیلی از رسانه‌ها دارن ضد و نقیض‌گویی میکنن راجع بهش. مشخص شده که چه جزئیاتی تو پاسخ جمهوری اسلامی بوده؟ شرار این ضد و نقیض‌گویی رو اول بهش بپردازیم که حتی در واکنش هایی که از سوی دولت آمریکا هم در این چند ساعت اخیر شاهدش بودیم، این ضد و نقیض‌گویی ها رو شنیدیم. زمانی که خبر ارسال پاسخ از سوی جمهوری اسلامی ایران به انریکه مورا آمد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که پاسخ ایران دریافت شده، اما پاسخ سازنده ای نبوده. بعد از انتشار این صحبت ها، پولیتیکو با چندین مقام دیگر هم صحبت کرد، مقام های اروپایی هم جواب پولیتیکا رو دارن دادن و همگی به این نکته اشاره کردن که پاسخ های ایران پاسخ های منفی بوده، پاسخ های مثبتی نبوده، مذاکرات انگار که به عقب دوباره داره برمیگرده و اتحادیه اروپا هم مقام آگاه از اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که پاسخی که ایران داده غیر منطقی بوده. کمیسیون اروپایی هم ساعتی پیش اعلام کرد که نگران کننده ایران و در حال حاضر آمریکا و تمامی صحبت‌های ایران رو بررسی می‌کنند. این واکنش اولیه منفی که ما دریافت کردیم رو در واقع در رابطه با جواب اولی که جمهوری اسلامی ایران داد چند روز قبل نداشتیم. در زمانی که ایران پاسخ خودش رو داد به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا، در اون زمان واکنشی نه مثبت و نه منفی ما از سوی امور خارجه آمریکا نگرفتیم. اما این ضد و نقیض گویایی که بهش اشاره کردم چه هست؟ بعد از اینکه امور خارجه آمریکا این رو غیر سازنده نامید، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که همچنان مذاکره در جریان، همچنان رفت و برگشت وجود داره. او اشاره‌ای نکرد، آدریان واتسون اشاره‌ای نکرد که آیا واکنش آمریکا منفی است یا نه، و بعدتر با ساعتی پیش هم صحبت کرد و گفتش که این مذاکرات همچنان در جریان هست و اون موضع‌گیری منفی امور خارجه رو ما از سوی شورای امنیت ملی آمریکا ندیدیم. چند روز پیش هم دوباره همین ضد و نقیض‌گویی اتفاق افتاد در رابطه با شورای امنیت ملی آمریکا و امور خارجه آمریکا. از شورای امنیت ملی آمریکا آقای کربی ابراز خوشبینی کرده بود در رابطه با مذاکرات و گفته بود در حال حاضر از همیشه نزدیک‌تر هستیم. همین سوال از امور خارجه پرسیده بودن و گفته بودن که ما نه ابراز خوشبینی میکنیم نه ابراز بدبینی، حالا بعد ببینیم چه میشه. یعنی این ضد و نقیض‌گویی ها در خود آمریکا در بین شاخه های دولت بایدن هم داره مشاهده میشه. با این همه جمهوری اسلامی معتقد هستش که جواب سازنده ای داده. توییتی آقای مرندی انجام داده که از رایزن های تیم هسته ایران هست و باز تا حدودی میشه گفت که به این ابهامات بسیار زیادی که در این روزها شاهدش بودیم داره اضافه میکنه. آقای مرندی میگه که تنها بحث کلماته، در رابطه با چندین کلمه اختلاف وجود داره، ابهام وجود داره. ایران دنبال این هست که رفع ابهام بکنه، آمریکا دنبال این هست که ابهامات رو نگه داره، چون دارن از نگه داشتن ابهامات منفعت. او تنها اختلافات رو خلاصه کرده به وجود چندین کلمه ابهام‌آمیز. با این همه اگر نگاه که از سوی رسانه‌های آمریکایی چیزهایی که داره مطرح میشه این هستش که آمریکا به کل حفظ ایران به کل شرایطی رو ایجاد کرده در پاسخش که برگشتیم ما تقریبا به چند. ممنونم از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از ساختمان وزارت خارجه آمریکا.